هی لاولیز، خوش اومدید به ویدیو متفاوت از من. امروز میخوایم راجع به درس و اینجور چیزی نخونیم. امروز میخوام راجع به رشد توی اینستاگرام باهاتون صحبت بکنم. ببینید، مبحثی که من باهاش 3-4 سال درگیرم و از وقتی هم که کانال یوتیوبم هم زدم باز درگیر این مسائل هستم و میخواستم باهاتون این ویدیو رو شیر کنم. نمیدونم چقدر دوستش داری، اما اگر که دوست داشتی از این ویدیوها بسازم و به دردت میخورد، حتما بگو که باز از این ویدیو بسازم. بر همین این ویدیو سرنوشت رو تعیین میکنه که دوست داری از این ویدیو بسازم یا نه. چجوری؟ با لایک کردن و کامنت گذاشتن میتونی به من بگی که این دسته ویدیو رو دوست داری یا نه، که من هر دفعه راجع به این مطلب صحبت کنم که چجوری میتونی پیجت رو افزایش بدی و چه راهی هست و کلاً چجوریه. چون من همیشه هر روز خودم رو درس میدم راجع به این که چجوری میتونم پلتفرمم رو رشد بدم و بهتر باشه. خب ببین، روی سوشال میدیا دو نوع میتونی رشد داشته باشی، یکی رشد ارگانیکلی، یکی نان ارگانیکلی. یعنی رشد طبیعی، رشد غیر طبیعی. خب یعنی چی رشد طبیعی؟ ببین، رشد طبیعی یعنی مخاطب خودش با پای خودش میاد صفحتو میبینه، محتواتو میبینه، با پای خودش هم کلیک فالو رو میزنه و مخاطب تو میشه. اما نان ارگانیکلی این شکلیه که شما رو یه نفر معرفی میکنه، حالا چه توی استوری شات اوت میکنه یا اینکه شما اسپانسر یه مسابقه میشی و میگه که مثلا این اسپانسر رو فالو بکنید و شما رو به زور اینجوری فالو میکنه. خب ببین، همه میگن ارگانیکلی بهتره. دلیلش چیه؟ به خاطر اینکه مخاطب با پای خودش اومده، شما رو آروم آروم میشناسه، در طول زمان شما رو میشناسه. ولی مثلا شما فرض کن اسپانسر یه دونه مسابقه شدین، بعد یهو مثلا پیج 20K 30K اومده بالا، مثلا نمیدونی چیکار بکنی با این همه مخاطب. ولی اونجا آروم آروم آهسته و پیوسته اومده و به شما اعتماد بیشتری داره. اما خیلی ها توی یوتیوب میگن چجوری ارگانیکلی رشد کنیم، اینجوری ارگانیکلی ارگانیکلی اما میخوام بگم ببین، همه پیجا این شانس رو ندارن که رشد طبیعی داشته باشن. و وقتی خودم میرم پیج اینایی که اینقدر میگن چجوری طبیعی رشد کنیم، میام کنم اینم خودش التماس دعا داره. یعنی خودش 6ش گیرو 8شه و چرا اصلا میگیم 6ش گیرو 8شه و این که اصلا خودش نمیتونه که خودش که لالایی بلده خوابش ببره. چرا؟ چون بچه اصلا مبحث سختیه. یعنی گفتنش خیلی راحته، آره خیلی خوبه، ولی چجوری میشه یه نفر رشد طبیعی داشته باشه؟ و همه اینا خیلی خیلی بعضی وقتا قشنگه توی تعریف، ولی توی عمل سخته. اصلا ببینیم که چه شکلی میشه رشد طبیعی داشت و اصلا چجوری رشد میکنه طبیعی. ببین، تو مطلبت توی اکسپلورر نمایش داده میشه یا توی فیدت سجست میشه، از این دو طریق در واقع دیده میشی. حالا چه شکلی باز سجست میشه یا توی اکسپلورر میفته؟ این که اینستاگرام میبینه که این مطلب توسط یه نفر که چاپ شده، پابلیش شده یا پست شده، خیلی مخاطبی که داشته خوشش اومده، برای همین احتمال میده که آدمای بیشتری اینو دوست خواهند داشت. برای همین این رو بیشتر پروموت میکنه به آدمای بیشتر و توی اکسپلورر دیده میشی یا توی فید میاد و میبیننت. حالا چه محتواهایی بیشتر دیده میشه؟ توی اینستاگرام بیشتر محتوایی دیده میشه که از نظر بصری، چشمی خوشگل باشن، خیلی قشنگ باشن. تو نگاه اول تو بخوای اونا رو کلیک کنی، باز چه محتوایی؟ دختره خوشگل، لباس قشنگ، غذای قشنگ، مکان قشنگ، یا این پیجای آرایشی که اگه منو فالو کنی و این اسپانسر رو فالو کنی، بهت دو تا روژ شارلتین بری میدم، بهت سایه میدم، بهت کرم پودر میدم. حالا تکلیف منی که آموزش زبان دارم، نه خوشگلم، نه روژ لب هدیه میدم و دارم غذای مغز میدم، چیه؟ آیا من باید محکوم بشم به اینکه رشد نکنم؟ ببینید در ادامه آیا روزنه امیدی هست برای من؟ ببین، بیشتر این پیج ها، پیج هایی مثل من، پیج های آموزشی، پیج هایی که داره راجع به ذهن و روح حرف میزنه، مثلا اینکه چجوری ذهن سالم تری داشته باشیم، چجوری برنامه‌ریزی بکنیم، چجوری درس بخونیم، اینا پیجی نیستش که خیلی مخاطب توی اینستاگرام خوشش بیاد و کلیک کنه و توی اکسپلور نمایش داده بشه. بنابراین اینکه مثلا رشد طبیعی داشته باشیم، برای یه سری از محتواها جواب میده و نه برای همه محتواها.
و نه برای همه پیج ها. برای پیج های آموزشی شانسی برای دیده شدن ندارن، شانسی برای این دیده شدن نیست که مثلا بخواد نگاه کنه بگه بابا چه خوشگله برم بزنمش. برعکس، و اون اینه که خیلی وقتا شما مثلا تو پیج آموزشی هم داشته باشین روی صفحتون، میگید حالا بعدن بذار ببینم این الان چی پوشیده، بذار ببینم این شوهر، بذار زومش کنم ببینم شوهرش چی پوشیده. اوه دیدی اینستاگرام این شکلیه، درسته؟ برای همین اگر که پیج آموزشی داری یا پیجی داری که خیلی چشه، مثلا خیلی اینجوری نیست که مخاطب تو نگاه اول خوشش بیاد، ناراحت نباش، این برای همه اتفاق میفته و فقط تو تنها نیستی. اما روزانه امیدی باز پیدا شده. روزانه امید چیه؟ روزانه امید اینه که فیچری که اینستاگرام آورده به نام ریلز که اون رو شفه بکنم 5-6 ماهی که اومده، خیلی به دیده شدن مخاطب کمک کرده. حالا باز چرا؟ به خاطر اینکه تو اکسپلورر یه قسمتی گذاشته، قسمت ریلز به مخاطبای زیادی نشون میده. حالا باز چرا؟ به خاطر اینکه میخواد با شرکت تیک تاک مبارزه کنه. حالا شاید شما که ایران باشین و دارید از اونجا تماشا میکنید تیک تاک رو نشناسین. تیک تاک یه پلتفرمیه که خیلی محبوبه توی خارج از ایران، حالا توی ایران فیلتره، ولی خیلی خیلی محبوبه، خیلی استفاده میکنن و یه ویدیوهای کوتاه میزنن و سریع هم وایرال میشه و مشهور میشن و کلی فالوور و اینجور چیزا دارن. حالا میخواد اینستاگرام اینو بکوبونه، برای همین هی اومده این رو، این فیچر رو تقویت کرده که آدما بیشتر ازش استفاده کنن و بیشتر دیده بشن و کلی بهشون موضوع پاداش داده. منم سریع رفتم قاپیدم و از 185K شروع کردم به ریلز درست کردن، به 217K امروز رسیدم و طول مدت همش رشد طبیعی داشتم. چرا؟ چون که ریلز من توی صفحات دیگر میرفت، صفحات دیگرون میرفت و من رو نمایش میدادن و میومد منو فالو میکرد و کاملا رشد طبیعی داشتم. اما به این معنی نیستش که از 6 ماه کاملا رشد صاف داشتم. همونجوری که میبینی، همونجوری دندون بالا پایین میشه، هیچ دلیل خاصی هم نداره، یعنی واقعا نمیدونی که چرا بالا میره چرا پایین میاد. و یه چیز دیگه هم که هست اینه که سوالی که ممکنه مطرح بشه و پارادوکس عجیب اینجا اینه، من هر روز اگه بیام 10 تا ریلز بذارم یعنی این که من مثلا یه میلیون فالوور میگیرم؟ اصلا اینجوری نیست، برعکسم هست. اگه زیاد از حد تولید بکنی مخاطب اوورولد میشه، یعنی دیگه تا اینجاش میرسه میگه عجیبه این محتوا میذاره، برای همین پا میشه میره و خوشش نمیاد. یا بعضی وقتا میبینی یه ریلز رو قبلا درست کردی یهو مثلا وایرال میشه. برای من خیلی اتفاق افتاده که یهو میبینم یهو پیجم داره زیادی فالو میشه، یعنی نشون میده که تو اکسلرر افتاده و داره فالو میشه و هیچ دلیل خاصی هم نداره. یعنی واقعا نمیدونم چرا منی که الان تولید محتوایی نکردم چرا داره اینقدر فالو زیاد میشه. برای همین ببین، اگر که پیج پابلیک الان داری و میخوای رشد پیدا بکنه، حتما از این فیچر استفاده بکن، حتما ریلز بساز و خیلی هم ساده است، 15 ثانیه، 30 ثانیه و 1 دقیقه شان جدیدن اومده و میتونی استفاده بکنی و خیلی خیلی رشد ارگانیکی که آرزو داشتی و دوست داشتی که مخاطب بشناسد تو رو ببینه، میتونی به این آرزو تحقق پیدا بکنی و میتونی به این آرزو برسی. باشه، مرسی که این ویدیو با من بودید، مرسی که تماشا کردید. خب این مبحث خیلی خیلی، من سعی کردم تند و سریع بگم و برم سر اصل مطلب، اما خیلی ریزکاری داره و خیلی خیلی مطلبای مختلف داره، سازوکارهای خیلی زیادی داره. اینکه اگه دوست داشتی به من بگو که توی کامنت ها که دوست داری این ویدیو رو بسازم، و باز اگه پیشنهاد داری حتما تو کامنت ها بذار. اگه دوست داشتی باز تو کامنت ها به من بگو که بالاخره بفهمم دوست داشتی یا دوست نداشتی، دوست داری از این ویدیو بسازم یا دوست نداری بسازم. مرسی که همراهم بودی، دوستت دارم، بوس.